بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوازدهمیای انسانی نازنین. من مجید پیرحسینلو هستم، مدرس فلسفه و منطق. در طرح 20 بنا داریم برای شما عزیزان به نحو رایگان مهمترین نکاتی رو که در کتاب سال دوازدهم هست تشریح بکنیم. این کار رو در دو بخش انجام دادیم. یکی این که برای به اصطلاح شب امتحانتون اول نمونه سوالات نهایی سال 1400 خرداد و شهریور رو که الان خدمتتون ارائه میدیم، و دیگر انشالله اگر عمری باشه یک لایو اینستاگرامی داریم که در اون سعی میکنم مهمترین نکات، نه فقط اونچه که در 1400 خرداد و شهریور اومده، کلن با بررسی نمونه سوالای نهایی که در این سالهایی که این کتاب جدید فلسفه اومده طراحای امتحان نهایی آوردن اون رو، و چیزهایی که خودم حدس میزنم یک نحوه پیشبینی امتحان نهایی داشته باشیم. ناگفته پیداست عزیزان بحث امتحان نهایی از بحث کنکور جدا نیست. من معتقدم مطالبی که در امتحان نهایی میاد کاملا میشود در کنکور، البته به نحوه بسیار عمیق‌تری طراحی سوال ازش بشه و مطرح بشه. سوالای مثلا نکات مهم و سوالاتی که میشه از این کتاب مطرح کردم تا حد زیادی میتونیم بگیم مشخص هست، یعنی نکات مهمش یکسانه، چه تو بحث فاز امتحان نهایی پیش بریم، چه تو پیش بینی امتحان نهایی جدید پیش بریم، چه تو پیش بینی کنکور. میشه گفت این نکات حادث خیز مسئله سازه و میشه روش مانور بدید. این در کمکی که ما در طرح 20 میخواییم به شما تو بحث فلسفه 12 هم بکنیم. شما نکاتی که من اینجا میگم رو میتونید بالا تو کتابتون به نحو خاصی که خودتون مد نظرتون علامت بزنید و به مدل‌های مختلف میشه ازش سوال داد. الان که من میخوام یک سری نمونه سوال امتحان نهایی براتون حل بکنم، اول لازمه یه مطلبی بهتون بگم به عنوان مقدمه بسیار ضروری. امتحان نهایی یک فرمولی داره، معمولا یه قالب به اصطلاح بگم مشخصی داره. تو طی سالهایی که حالا من دیدم، ابتدا سوالای صحیح غلط میاد، یعنی یه سری جملات به شما میدن، میگن مشخص بود کدوم نادرسته، کدوم درسته، یا کدوم صحیح، کدوم غلط. حالا یا با صاد یا صحیح یا غین یا غلط مینویسید تو پاسخنامتون. یه سری جملات دیگه بر مبنای اون چیزی که در کتاب اومده باید قضاوت کنید اینا درسته یا غلطه. از خود متن کتابم میاد، مثل کنکور نیست یه مقدار استنباط و تعمق زیادی بخواد بعضن، نه، خود متن کتاب طرف مسلط باشه به خوبی از عهده این سوالات برمیاد. پس یه سری سوالات شد صحیح غلط، یه سری سوالات هست جای خالی. اینها دیگه تسلط خوبی بر متن کتاب باید داشته باشید. و البته باروم سوالات صحیح غلط و جای خالی 10 نمره مجبورش قطعا نمیشه، خیلی کمتر میشه، ولی برای این گذاشتن که خب دانش آموزایی که حالا خیلی ضعیف‌تر هستن اینجا هم یک اقدامایی بتونن بکنن. یک سری به اصطلاح طیف سوالاتی داریم وصل کردنی، یعنی یه سری جملات میارن، یه سری اسامی یا مکاتب و اینها رو میارن یا فیلسوفان، یعنی این به کدوم مرتبطه. معمولا یه مورد اضافی هم میذارن که مثلا اگه 5 تا جمله است 5 تا متفکر نباشه، نه 6 تا متفکر میذارن یه دونه اضافی، این 5 تا بالاخره شانسی هم خیلی نتونید اقدام کنید، ولی خب اونم نسبتا سوالای خوبیه و میشه از عهدش بر اومد. یک سری طیف سوالات داریم تعریف اصطلاحات، مثلا علت تامه رو تعریف کنید، چه میدونم علت ناقصه، معلول چیه، علت چیه، مفاهیمی که تو کتاب اومده. باز یک سری سوالات داریم مثلا دو گزینه ای، این هم رایج شده، مثلا میگن به جای جای خالی 2 تا گزینه میذارم میگن کدومش بیاد، این هم هستش. بعد عرض به خدمتتون سوال پاسخ کوتاه داریم که پاسخش به یک خط نمیرسه، بعضا نیم خط میشه، البته اینا سانتی متری نیست، تا آیتمایی که تو کتاب اومده باز ذکر بشه تا 25% یا نیم نمره لازم خودش رو بگیره. و سوال پاسخ بلند که اونم پاسخ بلندا 1.5 نمره، 1 نمره یا حد اکثر 2 نمره من دیدم معمولا اینجوریه، و این به معنای نیست نصف صفحه رو پر کنید، نه، نهایت 2-3-4 خط دیگه واقعا بیشتر از این جوابگو نیست و اینجور باز خطکش گذاری نیستش. هرچند حالا بعضی معتقدن دانش آموز داشتیم
واقعا دو سه صفحه کامل و پر میکرد و من همیشه تو تصحیح برگه های این مشکل داشتم. 20 هم میگرفت ولی خب آدم آزار میدید دیگه. برابر این کوتاه و مفید شاید یه موقعی بهتر باشه. و نکته پایانی که تو اینجا میخوام خدمتتون بگم اینه که سعی کنید توی پاسخهای تشریحی چه کوتاه چه بلند بیشتر متن کتاب مد نظرتون باشه. مصحح برگه موظفه که اگر مفهوم رو رسوندید ولو با واژگان دیگری نمره شما رو بده. ولی ما که نمیدونیم مصحح برگه شما کیه، چقدر تخصص داره. بنابراین برای این بحث اطمینان بیشتر یه مقدار رو کتاب تعمق بیشتری بکنید. ببینید من مخالف اینم، دانش آموز کتاب باز کنه میگه حفظ کنه از بر کردن علت تامش اینجوری بخوادش برو کنه، هیچ هم یاد نمیگیره. سعی کنید مفهومی و عمیق اینو بخونید. و البته این حرفایی که من میزنم برای بچه‌هایی که تو کنکورشون ماشاءالله کارا حسابی تا الان کردن، زیر به کرمان بردن خود کتاب رو خوب تسلط دارن. فلسفه حل کردن این مسائلات هم برای شما اینه که شاخک‌های ذهنیتون رو تیز کنیم. وقتی کتاب دارید مرور میکنید، مطالعه میکنید، یه مقدار دقت ذهنیتون بره بالاتر، نکات مهم رو بهتر شکار کنید. البته باز در پایان خیلی طولانی شد، ببخشید این مقدمه خیلی طولانی تر از متن شد و از کارمون نمونیم، عذرخواهی میکنم. انشالله اگر زنده باشم توفیق داشته باشیم یه لایو مفصلی میریم که افزون بر این چیزایی که اینجا میگم نکات تکمیلی ترم بگم که یه مقدار به اصطلاح کار تکمیل تر بشه و خیال راحت تری برید سر جلسه امتحان. خیلی خوب دیگه تمام کنیم حرفای مفصل مقدمه ای رو و بریم سراغ اصل کار. خب ما مبنامون سوالات خرداد و شهریور 1400 بود. حالا انشالله که نکته از همین دوتا هم از قلم نیفتاده باشه، یه ذره با سرعت این جزو تهیه شده، اگر جایش غلط املایی تایپی داشت عذرخواهی میکنم. خب اینا درس به درس هستش. بعضی درس ها از اون مدل سوالایی که چند مدلی که گفتم صحیح غلط پاسخ کوتاه بلند نمیدونم جای خالی، اینا از همشون نداره. بعضی درس هم تو 1400 ازشون طرح نشده بوده ولی در کنکور قبل امتحان نهایی قبل 1400 داشتیم مورد، ولی چون ما مبنامون شهریور خرداد 1400 بوده اونا رو نیاوردیم. اینا رو گذاشتیم انشالله به عنوان نکات مهم در لایو اینستاگراممون بگیم که به اصطلاح از پیج راینو خبررسانیش میشه، اخبارش بهتون میرسه، اونجا رو فالو کنید و اخبارش رو پیگیری کنید. خب درس اول تعیین کنید کدام عبارت صحیح کدامی غلط میباشد. ببینید حمل جسم بر مداد و خودکار به دلیل نیاز دارد، نیاز دارد یا ندارد. ما گفتیم ذات شی یا ذاتیات شی حملش بر اون شی یا حمل خود شی بر خودش یا اجزای ذاتیش بر خودش نیاز به دلیل نداره. تا برقی کتاب هم گفته اینا حمله اولی ذاتی هستن. خب مداد و خودکار چی هستن؟ جسمی هست که ویژگی هایی دارد دیگه، بالاخره به غیر جسم نیست. ببینید من میگم ماژیک تخته هوشمند یه جسمی است، حالا یه ابعاده داره فلان اینا، پس بنابراین جسم بودن جزء ذاتیاتشه، ازش جدای ناپذیر. حمل جسم بر اشیاء مادی نیاز به دلیل نداره، کاملا درست. و اینجا که نوشته نیاز به دلیل داره غلطه. من پاسخنامه‌شم کنارش با هایلایت زرد گذاشتم تا دقت بکنید. حالا مخصوصا اینجا قین و سادش مشکل نداره، تو پاسخهای تشریحی به عنوان اون نمونهی که یه مقدار استاندارد تره جلو چشمتون باشه اونجوری با اون حالت مطالعه کنید. پس نیاز دارد غلطه، نیاز نداره. خب دو، در عالم خارج دو امر جداگانه مونه وجود و آب نداریم. حالا وجود یا هر ماهیت دیگه، الان وجود و پیراهن، هرچی ماهیت و وجود در خارج دوتا جدا نیستن. بله درسته، هر دو یک جنبه یا مفهوم از یک چیزن. ببخشید جنبه هم نه، جنبه وجود خارج نه، دو مفهوم هن. یعنی در خارج یک چیز داریم میاد تو ذهن ما انتظار میکنه دو مفهوم دیگه، مقایت وجود ماهیت اینه دیگه. آنها دو مفهوم مختلف از یک موجود واردن، کاملا درست. بسیار اینم گفتیم.
جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. کودک با استفاده از کلمه این یا آن نشان میداد که از خب وقتی میره همون قضیه باغ وحشه بود، این چیه این چیه، خب میدونه این یه وجودیه، فقط نمیدونه ماهیتش چیه، خاصیتاش چیه، ویژگیاش چیه، پس به وجودش علم داره دیگه. وقتی میگی این، به وجودش علم داره. درست. حالا اگه بنویسید هستی هم واقعا درسته، مگه دیگه اون مساعدی عقلش نرسه وجود هستی یه چیزه که واقعا ما تأسف خورد. هستی هم درسته، وجود هم درسته. پی گزینه درست رو انتخاب کنیم. میگم یه تیف سوال اینجوری هم در جای خالی هستش در واقع، که دوتا گزینه هم بهتون دادن، یه راهنماییم کردن. اینا به لحاظ حالا فکر کنم آسان بودن از جای خالی خالی بهتر، جای خالی خالی تیکر رو داشته باش، از جای خالی بدون هیچ راهنمایی بهتره دیگه. دوتا گزینه داده بهتره دیگه. فیلسوفان غربی از طریق ابن سینا و ابن رشد مجددن با فلسفه ارسطو آشنا شدن. چرا؟ الان اینم بلد نبودی. ببینید ابن سینا و ابن رشد، مثلا حالا ابن سینا، اینا مشایی مگه نبودن؟ مشایی ها پیروان کی بودن؟ ارسطو بودن دیگه. اینم یه نکته که تو کتاب درسی اومده بود. خب این سوالات درس یک. ببینید البته بگم مبنامون چون شهریور و خرداد 1400، البته حالا این سال در دیما هم تکرار شده، جالبه دیگه، سال پاسخ دیگه، نوع دیگه سوالات رو تو این دوتا نهایی نداشید. اما درس دوم جهان ممکنات، تعیین کنید کدام عبارت صحیح کدام غلط است. خیلی سوال جالب و هوشمندانه. میگه برگه امتحانی که در زیر دست شما همینان داری مینویسی، بچه‌هایی که خرداد 1400 داشتن بودن، اونایی که فقط حفظی کار کردن، بیچاره یه لحظه شوک بهشون وارد شده، این چی داره میگه، این برگه چیه داستانش اینا. ببین برگه امتحانی که در زیر دست شماست واجب الوجود بالغیر است. آقا این برگه امتحانی که واجب الوجود بذات که نیستش که، وجوب یا ضرورت وجودش از ذات خودش نیست. خب این ذاتن ممکن الوجود بذات بوده. این برگه امتحانی میتونسته باشه میتونسته نباشه. شما اگه تو این رشته شرکت نمیکردی این برگه زیر دستت نمیومد، یا اساسا امتحان نهایی اگه لغو میشد به هر دلیل، این برگه زیر دستت نمیومد. وجوب وجود نداشته، واجب الوجود بذات که نبوده. خب ممکن الوجود بذات بوده، میتونسته باشه میتونسته نباشه. خیلی خوب. اما الان که به وجود اومده، وجود براش ضروری شده که به وجود اومده دیگه. این ضرورت وجودش از ناحیه خودش نیست، برگه از ناحیه غیرش، علت هستی بخشش. بنابراین واجب الوجود بالغیره دیگه، کاملا درست. حواستون باشه این تیپ سوالات هوشمندانه است. نسون ببین سینوشین آدم وسط امتحان نهایی بزنه خیلی حرفه. ببین نشون میده طرح‌های نهایی هم یه موقع‌های مرضشون میریزه، مثلا تو مایه کنکور بخوان سال بده. ولی واقعا حالا تو کلاس کنکور این سال قوی محسوب شاید نشه، ولی تو کلاس امتحان نهایی محسوب میشه. بابا 25% هم بوده، ولی خدا وکیلی 25% هم جمع میشه، یه نمره میشه دیگه، حواستون جمع. خب جای خالی رو با کلمات مناسب کامل کنید. در قضیه دیوار خانه ما سفید است، رابطه محمول یعنی سفید با موضوع یعنی دیوار خانه ما چیه؟ بچه ها یه نکته بهتون بگم، درس اول و دوم فلسفه دوازدهم، حالا مثلا اول که محمول و موضوع، حمل بر چی نیاز به دلیل دارد یا ندارد، یه پیش نیازی داره به نظر من، و پیش نیازش درس ششم منطق. من بعضا میبینم دانش آموز محمول و موضوع نمیدونه یعنی چی. خب این درس اول و دوم من فلسفه دوازدهم متوجه نمیشه. شما باید درس 6 منطق رو برید یه بار مرور کنید، مطالعه بکنید. من فکر می‌کنم تو طرح 20 مون برای بچهای 12 هم همین، تا اونجا که خبر دارم بچهای 12 هم پایه 10 و 11 هم طرح 20 بار هم میتونن ببینن، رایگان هم هست. من همه اینا رو درس دادم کامل، مخصوصا منطق، برید ببینید.
اونجا مخصوصا درس ششم منطق این بحث مفاهیم مثل محمول، موضوع، رابطه، این حرفا رو باید بلد باشید، پیش نیاز اینه. خب این حمل شده سفید بر خانه ما، این حمل رابطه به چه نحوه؟ این ضرورتاً باید سفید می‌بودی، هم ضروریه یا نه میتونه باشه میتونه نباشه، به نحوه امکانه یا نه امتناعی نباید باشه، عقل میگه اینجوری نیست نمیتونه باشه. خب عقل که نمیگه باشه یا نباشه، ضرر عقلی نداره، من عقلی نداره که خلاف دو تا چهار تا نیست، دو تا پنج تا که نمیشه، که ضرورت هم نداره که اینجوری باشه میشه دیوار خانه ما سفید نباشه، بنابراین میشه بشه میشه نشه امکانیه دیگه. خب جیم، اینم یه تیف سال جدیدیه اینطوری یادم خرداد 1400 این شکلی جدول رو کامل کنید بر اساس نسبت های سگانه در غذای جدول رو کامل کنید. خب اینجا نوشته مثال برای رابطه امکانی جای خالی، پس اینجا یه مثال برای یه رابطه دیگه است. عدد 25 فرد است. خب برای دیگه مثال برای رابطه چیه؟ وجوبی یا رابطه وجوبی. وقتی اینجا مثال برای رابطه امکانی یه چیزی خواسته، اینجا بس بحثمون رابطه وجوبیه دیگه، فرد بودن برای عدد 25 ضروریه، واجبه که باشه، واجب عقلی منظورها نه شرعی. خب مثال برای رابطه امکانی، شما هر قضیه مثال بزنی که محمول به نحو امکانی بر موضوع هم شده کاملا درست. مثلا بگی حالا اینجا بگیم پیراهن محمود آبی است، نمیدونم در خانه ما باز است، میتونه باز باشه میتونه باز نباشه، هر نوع چیزی اینجا میرم پیراهن محمود آبی است هم میشه باشه و هر نوع چیزی، فقط ترجمه وجود محمول نباشه، اشتباه نشه باشه زای دیگه، ولی هر نوع قضیه دیگه که محمول به نوع امکانی هم میشه درست. خب مربع سزلی است، حمل سزلی بر مربع به نوع امتناعی نمیتونه باشه، محاله که اینجوری باشه، پس این رابطه چیه؟ رابطه امتناعیه. اینجا هم ذکر کرد. باز ببینید این در خرداد 1400 اومده، در شهریور 1400 هم اومده. این بارون بندی هم حالا ما بیشتر بارون بندی ها رو سعی کردیم ذکر کنیم، یه موقعی ممکنه دستمون در رفته باشه. اینجا وقتی 75% سه تا جای خالی یعنی 25% دیگه. خب دار رابطه هر یک از موضوعات زیر از باز از نوع ضرورت از یا امکان یا امتناع. اینجا دیگه حملی صورت نگرفته، میگه این موضوعات رابطهشون با مثلا چی اینا میتونه باشه یا نباشه، وجود داشته باشه یا نداشته باشه. این سوال به نظرم گنگه. سیاه سفید میتونه وجود داشته باشه، چیزی که همزمان هم سیاه باشه هم سفید، وجود براش چیه؟ محاله، ممتنه، این به نحو امتناعه. هرچند پایینم نوشته دریای جیوه چی؟ واقعا خب ببین بعید از ذهن یه دریا به اون وسط دریا جیوه داشته باشیم، دریاچه یا دریایی از جیوه، ولی محال عقلی نیست، بنابراین امکانه. دقت کنید در کتاب درسیتون، البته در کنکور سراسری مثالهایی میاد از چیزایی که دیگه خیلی بعید از ذهن، مثلا فیلی قد مورچه، مورچه قد فیل، انسان 10,000 سر، اینا واقعا اینقدر بعید از ذهنه که آدم فکر کنه محال عقلی، ولی محال عقلی نیست. محال عقلی اون مفاهیمیه که پارادوکس داره، تناقض ایجاد میشه. سیاه نمیتونه همزمان که سیاه همون سیاهیش سفید باشه. نگید اینا که خال مخالی و ابلق و اینا هستش، نه، مثلا چیزایی که هم سیاهی یه تیکه دیگه سفیده، اونا تناقض به حساب نمیاد. این تناقضه که همزمان همون جایی که سیاه سفید باشه، مثل یه کچل موفرفری، کچل تاس موفرفری، هیچ مویی در سرش طرف نداشته باشه ولی موهاش فرفری باشه. اینجا هم بگم من اینجا بحث ارزش داوری نمی کنم، اخیراً کچل خطاب کردن به مردها رو تو انگلستان جرم حساب کردن، ما به همه مردها و خانوم ها همه احترام میذاریم، به همه کچل و تاسا هم احترام میذاریم. این بحثی بود، مثالی زدم و من اصلا نه ارزش داوری خدا وکیل میکنم نه به موهای خودم مینازم، بچه ها حواستون باشه این موها درسته نریخته ولی خیلی سفید شده، حواستون به این باشه، من فقط دارم مثال میزنم برای بحث این درس و نه خدا وکیلی. من بسیار از دوستام مو ندارن، کچلن و معمولا رؤسای ما اینجوری هن که به ما فرمان بدن تو
بخشایی که کار میکنم و اینا. خلاصه که اینم داشته باشید، هیچ بحث ارزش داوری نیست، با هم به همه عزیزان احترام میذارم. خب پس دریا جیوه میتونه باشه، هرچند بعید از ذهن، برای این امکان داره، امکان. این یکی امتناعه. پرنده چی؟ آره میتونه باشه، میتونه هم نباشه. امکان که میگیم نه اینکه میتونه باشه، نه میتونه هم نباشه، بودن و نبودنش هیچ کدوم محال نیست. بنابراین این به این صورت. خب درس دوم به این صورت تمام شد، سالهای خرداد و شهریوست. درس سوم جهان علی معلولی. خیلی دقت کنید، این درس جهان علی معلولی این نکات خیلی مهمی داره، یعنی خیلی سوال میشه از این درس، هم تو امتحان نهایی هم تو کنکور طرح کرد. بهش خیلی دقت کنید. خب تعیین کنید کدام صحیح کدام غلط است. رابطه علیت رابطه وجودی است، کاملا درست. مانند رابطه که میبینن دو دوست وجود داره. بچه‌ها ببین، دو دوست رابطه وجودی علیت اینجوریه که یک طرف رابطه که علت باشه وجود داره، تمام وجود اون یکی طرف رو به وجود میاره. برای این رابطه قائم به یک طرفه، وابسته به یک طرفی که اون علت. کلا رابطه وابسته به علت و معلول نیست، معلول هیچی نیست، همه وجودش از علت. بعد مثالی که اینجا زد، پس رابطه وجودی میگیم یعنی یک طرف رابطه اون دیگه کامل وجود میده. این درست، حرف درست داره، اما بقیهشو خراب کرده. رابطه دوستی قائم یا وابسته به وجود دو دوسته، یه دوست وجود داره، یه دوست وجود داره، بینشون نسبت و رابطه دوستی شکل میگیره. بنابراین رابطه وابسته به این دو طرفه، اما رابطه علت وابسته به دو طرف نیست، وابسته به یک طرفه و اون علت. همه چیز رو مدار علت میاره، برای این غلط، به این علت غلط. از نظر فیلسوفان مسلمان، انسان به طور مادرزادی با اصل علیت آشناست. این نظر دکارت، نظر فیلسوفان مسلمان این نیست. اونا میگن نه، انسان به صورت عقلی آشنا میشه منتها بعد از تولد، یه مدتی که طول کشید ذهن شکل بگیره با اون بحث عدم امتناع تناقض آشنا میشه و داستان خودش. برای من این هم غلط. خب گزینه درست رو انتخاب کنید. از نظر فلسفه مسلمان کشف علل امور طبیعی از طریق حس و تجربه است. بله، اصل قضیه علیت از طریق عقل فهمیده میشه، اما کشف علل امور طبیعی تو جهان طبیعت دیگه به حس و تجربه وابسته است. این پس از این جهت دو از طریق اصل چی علت و معلول است که میتوان برای نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شد. اصلا نظم یعنی چی؟ یعنی سنخیت. سنخیت یعنی هر علتی معلول مخصوص به خودش داره و هر معلولی از علت مخصوص به خودش ناشی میشه و این رابطه تکرار شونده یعنی نظم دیگه. اگر نه امروز فلان چیز از فلان چیز صادر شد، علت فلان چیز بود، بعد روز دیگه چیز دیگه بود، عوض شد. امروز آب علت است برای رفع تشنگی، فردا علت نیست، خاک علت میشه، پس فردا ماسه علت میشه. ببینید پس این اساس سنخیت زیر سوال بره و دیگه نظمی وجود نداره، هیچ تکرار شوندگی و سیستم و نظامی وجود نداره، یه چرخه‌ای که انسان بشه روش حساب کنه. و اصلا علوم یعنی همین دیگه، میگید فلان دارو درمان فلان بیماریه، امروز درمان فردا نیست، یه چیز دیگه درمان شه، پس دیگه اصلا هیچ علمی وجود نداره. بنابراین نظمی هم نمیشه در نظر گرفت. پس بنابراین سنخیت که زیر سوال بره، نظم هم زیر سوال میره. سنخیت که تثبیت بشه، پشتوانه عقلی نظم جهان تثبیت شده. خب جواب کامل، پاسخ کامل بدهید. احتمالا پاسخ کامل میگن، نمیدونم چرا ما جواب کامل از اون نمونه که درست کردیم نوشتیم. به هر حال پاسخ کامل، پاسخ کوتاه اینا. رابطه علیت رو تعریف کنید، تفاوت اون رو با سایر روابط بنویسید. هم شربت 99 اومده، هم شربت 1400. خب یه رابطه وجودی که در اون یک طرف به طرف دیگه وجود میده و اون طرف دیگه وجودش کاملا وابسته به اون علت هست، که حالا به اون میگیم معلول که وجود میگیره، به اون که علت هست وجود دهنده میگیم علت. البته میگیم وجود میگیره یعنی به وجود میاد، نه اینکه خودش باشه بعد یه چیزی بگیره. حواستون باشه. خب پس رابطه وجودی یعنی یکی، یعنی معلول وجودش وابسته وجود دیگری است، یعنی علت. مانند رابطه دوستی نیست که در ابتدا وجود دو فرد فرض میشه بعد رابطه شکل میگیره، نه اساسا رابطه وجودی یعنی یک طرف هست اون طرف دیگر کامل به وجود میآورد. خب نظر دیوید هیوم رو درباره منشأ اعتقاد به علیت در نزد انسان توضیح دهید. این تو کتاب درسی بده. بیا ببین، شما رابطه علیت و ضرورت بخشی علت به معلول رو
اولا که ما فقط تجربه رو قبول داریم، دلیل عقلی خالی رو قبول نداریم، اینجوری میگن تو کتاب درسی هیوم تجربه گرا بود. و این که مبنا تجربه است درسته، علیت و ضرورت بخشی، یعنی هر دوتاش ضرورت بخشی، علت به معلول از طریق تجربه دست نمیاد. حس و تجربه فقط رنگ و حجم و اینجور چیزا رو میفهمه، وجود بخشی و ضرورت بخشی رو نمیفهمه. شما به علت پشت سر هم اومدن وقایع یا همزمان بودنش و این تکرار این اتفاقات تو ذهنت اینجوری تداعی شده، یه نوع عادت ذهنی، حالت روانی برات ایجاد شده، فکر کردی فلان چیز علت برای فلان چیز. شما فقط یه حالت روانی ذهنتونه، واقعیتی پشت این حرفا نیست. خب حالا کتاب درسی هم همین نوشته، به نظر دیوید هیوم تنها راه شناخت باید حس و تجربه است، جزئی نمیشه. اصل علیت رابطه ضروری میان علت و معلول نمیشه از حس و تجربه دست بود. اعتقاد به علیت هم ناشی از عادت ذهنیه که یک امر روانی به اثر توالی، یعنی پشت سر هم اومدن پدیده هاست، که این حالت رو میگه تدائی. و حالا تفصیلش تو کتاب هست، میتونید مفصل کتاب می‌نویسید، مختصر اینو می‌نویسید، ولی به هر حال مرور کنید. نظر دیوید هیوم کلن دو سه جا تو این کتاب درسی اومده، خیلی مهمه. سوالای نهایی درس چهارمم طبق اون چی که خرداد شهر 1400 دیدیم از این درس تو این دو تا مقطع نیومده، البته مقاطع دیگه وجود داره که حالا بعداً خدمتون عرض می‌کنیم. خب میریم سراغ درس پنجم، خدا در فلسفه، قسمت اول. خب گزینه درست انتخاب نمایید. از نظر کانت اختیار و اراده ویژگی نفس انسانه دیگه، چون بدن خودش یه ماده است در میان سایر مواد جهان و تحت قوانین فیزیکی و محدودیت‌های مادی دیگه. این نفس و روحه که اختیار و آزادی میتونه داشته باشه، پس نفس درست. هر یک از عبارات زیر نظر کدام فیلسوف درباره خداست؟ اینم یه مدل سوال شبیه به همون سوالای وصل کردنی که گفتم خدمتتون، مت اینجوری بیان کرده، یه سوالو جزئیش کرده. قبلا میگفتن مثلا هر مورد مرتبط به متفکر خودش وصل کنید، حالا جملات مختلف بود، الان یه مقدار مثلا دقیق‌تر و ظریف‌ترش کردم. خب نوعی از هستی وجود داره که به اساس ثابت خود افلاطون دیگه. اینجا نشون میده، ببینید بعضی سوالات ممکنه مثل جای خالی ها و یا پاسخ کوتاه بلند ها تسلط بیشتری بخواد، ولی در سوال اینجوری تسلط نسبی هم کفایت میکنه، طرف فقط یه چیزی بداند و وصل کند. خب این برای افلاطون. اینجا تصور انسان از یک وجود علیم و قدیر، علیم یعنی دانا، قدیر یعنی توانا و نامتنایی از جانب خداوند داده شده. از قبل کتاب قبل شما علیم و قدیر بود، الان دانا و توانا گفتن. از جانب خودت خدا اون تصور رو گذاشته. خود دکارت میگه من تصوری دارم اینجوری، خودم نمیتونم رو وجود بیارم، خدا به وجود آورده. بریم حرف دکارت. جیم، ایمان هدیه الهی است که خداوند به انسان عطا میکنه. این کرکگوره دیگه، اصلا میگه اصلا شما استدلال برای چی میاری؟ تو باید خوشحالم باشی خدا بهت ایمان داده. ایمان هدیه است که میده و اونی که بهش نداده هدیه رو خاک دوست داره زندگی به درد نخوری داره. اینو دیگه کرکگوره. خب یه نفرم اضافی میذاره تا جلوی مثلا حالا کامل تصادفی زدن رو بگیره، که همیشه یکی اضافه مونه. باز در شهری خرداد 1400 بود، در شهریور 1400 این به این صورت اومده. در هر یک از عبارات زیر نظر کدام فیلسوف درباره خداست؟ الف، وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرک است که خود آن حرکت نداشته باشه. محرک غیر متحرک، اون برهان حرکت ارسطو دیگه، به نظر ارسطو. به وجود جهانی ماورای دنیای مادی مشروط به وجود خدای جاودان نامتنایی است. این بخش آخر برهان کانت در مورد خدا داشت، پس به نظر کانت دید. و پاسخهای کامل، ببینید دیگه اینجور مباحث برهانهای ارسطو، حتی برهان درجات کمالش که حالا اینجور مسئلش نیمده، برهان حرکتش، برهان دکارت، برهان کانت، نظر دیوید هیوم در مورد برهانهای اثبات وجود خدا، نظر دیوید هیوم در مورد برهان نظم مخصوصاً، اینها مهمه دیگه و کاملا بعد اینو با چربتر یاد بگیرید، شاید پاسخ کامل ازتون بخواد. دقت کنید. خب 1400 خرداد ما دیما 99 برهان حرکت ارسطو رو خواسته. خب همون متنی که تو کتاب اومده.
در حرکت در عالم هست، نیازمند این محرکه که خود اون محرکه حرکت باشه. حرکت هم انواع تغییره، فقط حرکت فیزیکی مکانی نیست، انواع تغییر و دگرگونیه دیگه. یعنی اون دگرگون کننده خودش دگرگونی نداشته باشه، ثابت باشه، از تغییر مصون باشه. و این تا بی نهایت وگرنه جلو میره، وگرنه تسلسل پیش میاد دیگه اگر داستان بشه. و فارابی هم مبناشو تا حدی شاید از ارسطو گرفته تو اون برهانی که میاره در درس بعدی. خب استدلال دکارت بر اثبات وجود خدا، میگه من از حقیقتی نامتناهی دانا توانا که خود من و هر چیز دیگه به وسیله اون خلق شدیم تصور دارم. اینو که خودم نمیتونم آورده باشم، من متناهیم، بقیه اون چیزای دیگه هم متناهیم، پس اون تصور رو خودش آورده گذاشته در ما که اون خداست. و درس ششم دیگه، باز عبارت صحیح کدوم غلط کدومه؟ فارابی برای تال تسلسل علل نامتناهی یا تسلسل سلسله وار بودن نامحدود علت ها، هر دو شکل، از این مقدمه استفاده کرده است که چی؟ هر معلولی باید علتی داشته باشد. آره این درست. دقت کنید برهان فارابی هم کامل باید یاد بگیرید، مثلا که مقدمه الف و ب و اینا داره، برهان ابن سینا همینطور، اینا رو باید یاد بگیرید. فیلسوف کسی است که هیچ عقیده در باره وجود خدا نداشته باشه. نه، اول این بحث، این درس مطرح میکنه که آقا فیلسوف میتونه دیندار باشه، ولی دینداریش باید با استدلال یاد گرفته باشه، با استدلال هم به دیگران بخواد منتقل کنه عقیدهش رو. اونجوری چون استدلال ورزی نباشه فلسفه نیست. یعنی فیلسوف میتونه اعتقاد مذهبی هم داشته باشه، منتها مبنا بر استدلال باشه. بنابراین غلط نمیشه، اینجور نیست که حتما فیلسوف بیدیم باشه. خب جای خالی با کلمات مناسب. بر اساس نظر ملا صدر که به نظر یه امکان فقری و حتی فقر وجودی هم به نظر من درسته، چون تو متن کتاب درسی اومده، معروف است جهان هستی یک پارچه نیاز و تعلق به ذات خداست. حالا امکان فقری، فقر وجودی هم به نظر من درسته، ولی حالا دیگه. اما جواب کامل برهان وجوب امکان ابن سینا رو شرح دهید. خب اینجا دیگه بیان ابن سینا رو آوردیم، مطالعه میفرمایید، تو کتاب درسی هم هست. بیان ملا صدرا یا صدر متعلم بر اساس نظریه امکان فقری، همون فقر وجودی، چه استدلالی ارائه کرده اونو شرح دهید. این هم باز همون بیانی که سه موردی در کتاب درسی ذکر شده. نظر فارابی مهمه، حتی تو کنکور سراسری حالا امتحان نهاییشو الان حضور ذهن ندارم، اون ایرادی که برتراند راسل وارد کرد مهمه. و البته چیزای دیگه هم تو این درس مهمه. این درس پرنکته است بچه‌ها، خیلی پرنکته است. ولی حالا پاسخ کاملش اینها بود در مبنایی که بر مبنایی که ما داشتیم خرداد شهریور 1400 بررسی کنیم. سوال نهایی درس هفتم، ببینید باز دوباره صحیح غلط ها. یکی از کاربردهای عقل در فلسفه همون تمام‌بندی که بگویم استدلال می‌کنیم، عقل به عنوان دستگاه تفکر استدلال بر درست. جای خالی رو با کلمات مناسب. از نظر هراکلیتوس، ببینید هراکلیتوس یه تیکه‌اش تو کتاب درسی برای مطالعه است، اما یه تیکه‌اش نیست. حواستون باشه اون یه تیکه‌ای که نیست رو باید بخونید. برای مطالعه نباید تو کنکور سراسری یا امتحان نهایی بیاد. ولی جاهای دیگه چرا؟ متن کتاب انقدر جا داره برای طراحی سوال که به دیگران نوبت برسه. خب چی به معنای عقل، معنای حقیقت متعالی و برتر همه، معنای نطق و سخن لوگوس، یه حقیقتی به نام لوگوس از نظر هراکلیتوس است. در نزد حکما ایران باستان چی نام اما خداست، با خرد و اندیشه خود جهانیان و وجدانها و خردها را آفریده است، مزدا. 25 صد ما به چشم نمیاد، ولی اگه آدم بگیره نوش جونش. ببینید همین ریز ریز هاست که نمره ها رو تشکیل میده دیگه. و البته من مطمئنم کسی که این کتاب رو خوب با مطالعه دقیق بخونه 15 به بالا رو راحت میگیره، 18 رو ممکنه یه ذره چی بکنه، 20 هم. البته من 20 هم داشتم، من دانش آموز داشتم، سه بار افتاده تو امتحان نهایی دانش آموز داشتم، اون بار اول 20 گرفته، 19 و نیم گرفته اینا. برای خیلی کار مشکلی نیست، اون تا تمرکزتون بیشتر رو کار کنکور باشه، اینو بیشتر برای قبولی بخونید، با حالا راهنمای مشاورتون ببینید کدوم کار بهتره. به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. از تو عقل بر چه اساسی به نظریه عملی تقسیم و اساس کار کردش دیگه، یعنی یه عقلی که بیشتر نداریم. عقل از اون جهت که به یه کاری میپردازه میگیم نظری، از اون جهت که به یه کاری میپردازه میگیم عملی. خب
اصلا کاری که عقل انجام میده. اما اینجا جالبه، خرداد 1400 4 مورد از ویژگی های موجودات عالم عقول از نظر فلسفه الهی رو برسید. ببینید چند مورد گفته، 4 موردشو ذکر کنید. سوالم باید فکر کنم یه نمره‌ای بوده باشه احتمالاً، اگه اشتباه نکنم. خب زمانمند و مکانمند نیستن، قید زمان و مکان ندارن چون جسم ندارن، از ماده و جسم مجرد مجردن دیگه، غیر مادی هستن، به ابزار مادی هم نیاز ندارن، علمشون هم شهودی با ابزار، همه اینا مواردیست که ذکر شده. در دوره دوم حکمای مسیحی تحت تاثیر قرار، منظور دوره دوم حاکمیت کلیساست، احتمالا اینجا جا افتاده، تحت تاثیر کدام عامل به عقل و تبیین عقلانی مسائل روی آوردن؟ یه نکته بگم، این دوره‌های حاکمیت کلیسا هم نکات مهمیه تو این درس. مهم. دوره اول که کلا عقل رو میگفتن موجود شیطانی اینا. دوره دوم میان تحت تاثیر مطالعه فلسفه مسلمان، کتاب ابن سینا، ابن رشد، سایر فیلسوفان مسلمان رفتن به سمت اون مبحث. اما جواب کامل دهید، عقل رو دکارت به کنار معنا به کار برد، حدود توانایی جایگاه عقل نداشته بود، عقل رو دستگاه استدلال کامل قبول داشت، دیگه اون بحث موجود و متعالی رو قبول نداشت، بدیات عقلی توانایی چیز دیگه معتقدش، میگفتش که عقل میتونه وجود خدا، نفس مجرد انسان یعنی نفس غیر مادی و اختیار انسان اثبات کنه، اما اون بحث موجود متعالی رو دیگه قبول نداشت، فقط میگفت دستگاه استدلال عقلی. بعد تعریف عقل نظری و عملی رو خواسته با مثال، خیلی جالب هم هست، خیلی ساده است. ببین یعنی کسی که کتاب فقط مسلط باشه، بدون پیچ و واپیچای کنکور امتحان نهایی ضرب فنی کرده، تمام. کنکوره که یه مقدار ذهن تحلیلگر میخواد. عقل از اون جهت که درباره موجودات چگونه گونه، یعنی در هست ها بحث میکنه، بحث درباره خدا فلان، عقل نظری مثالاش ایناست. از اون جهت در مورد اختیارشون باید ها، اصطلاحا میگن مسئله هست ها و باید ها، باید نباید ها رو بررسی میکنه، باید این کارو میکنه نباید این کارو میکنه، میگم عقل عملی. خب از نظر آگوست کون، یا آگوست کون ترچیک تو کتاب میاد، حالا من نمیدونم این چیه، آگوست کونت با بیشتر شنیدیم، اعتبار عقل فلسفی، جایگاه اون در تاسیس فلسفه چیه؟ یا این عقل فلسفی خودش به تنهایی تو بحث فلسفه کاملا ذهنیه، یه دستگاه ساختن مابعض خارجی نداره در جهان، مثلا ناظر به واقعیت نیست، یعنی واقعا اون مسلط تو کتاب منطق یه مسلط معروفی بود تو درس دو، من بهش میگم مسلط استراتژیک، ما یه خارج داریم، جهان مصداق یا مصادیقه، ذهن داریم، چیه؟ بحث مفاهیمه، مفهوم، و زبان داریم که لفظ داریم، یا بحث جهان ذهنه. خب این میگه فقط تو این جهان ذهن اینا سیر میکنن، به خارج هیچ کاری نداره، ساخته ذهنشون، تعاملات ذهنیشونه، به تنهایی نمیتونه کاری بکنه مگه با تجربه، که تجربه هم دیگه به فلسفه ربط نداره، پس اینکه فلسفه هست همش چیز ذهنی، در واقع شعریست اینا سرودن، به درد نمیخوره. خب سوالای درس هشتم بریم بس کنیم. عقل در فلسفه قسمت دوم، اینجا دیگه جهان اسلام بررسی میکنه. برخی جریانهای مخالف عقل در جهان اسلام معتقد بودن که استفاده از روش‌های عقلی در مسائل چی کار بردن؟ دینی. دو شکل مخالفت با عقل در جهان اسلام باید بلد باشید، در موردش هم مطالعه کنید، اونجا که تو کتاب اومده دو شکل بوده، این دو شکل مهمه. خب پاسخ کوتاه، دو شکل مخالفت با عقل در جهان اسلام، این پاسخ کوتاه ولی خیلی بلند شده اینجا. ببین اولا یه ایده میگفتن در عین پذیرش عقل محدود میکردن دایره اعتبارشو، یا تنگ میکردن کارآمدیشو قبول نداشتن، یا اینکه میگفتن روش‌های عقلی، یعنی این جواب دوم هم است که قبوله، بنویسید در مسائل دینی کاربرد نداره. مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاورد یونانی غیر اسلامی، یا مخالفت با فلسفه که عالی‌ترین شکل تعقل است، مثل که هر دوشو بنویسید قبوله، ولی اون تیترا رو بنویسید قبول تره، میگفتم یه مقدار شبیه به کتاب بیشتر برسید. خب با توجه به نظر فیلسوفان مسلمان درباره عقل فعال، دو سوال زیر پاسخ دارید. ببین عقول دهگانه، حالا دهگانش ذکر نشده، که در کتاب اومده عالم عقول، یکیشون عقل فعال، کارش چیه؟ اینکه عقل آدم‌ها رو به کار بندازه، همین دستگاه تفکر و استدلال انسان فیض رسانی می‌کنه، این عقل انگار موتورش رو روشن می‌کنه، و اون تمثیل فارابی هم دیگه چی گفته، وظیفه‌اش چیه؟ عامل فیض رسانی به عقل انسان است، یا واسطه فیض هستی میان مراتب بالاتر از خود عالم طبیعت و انسان، ولی بهتر همین فیض رسانی به عقل انسان، اون عام به اصطلاح
عقول رو گفته، ولی این مخصوص خود عقل فعاله. مقامش نسبت به انسان مانند چه؟ آفتاب نسبت به چشم. این که تفصیل فارابی. خب از نظر ابن سینا فارابی اولین مخلوق خداوند چه نام دارد؟ عقل، که عقل اوله، که عقل اول عقل دوم خرم کنه، عقل دوم عقل سوم عقل سوم عقل چهارم، این عقول دهگانه که میگن. و چه ویژگی داره؟ موجود روحانی غیر مادی دی. چهار، از نظر فیلسوفان مسلمان سر راه رسیدن به حقیقت که در موضوعات مشترک حتما به این نتیجه میرسن کدوم از استدلال عقلی شهود بر میگن؟ مثل که قله کوه میخوای برسی، از هر دامنه ای سه تا دامنه است، این دامنه ها با هم یکی نیست ولی مقصد یکی میشه، اونجوری حساب کنید اینا با هم رابطه دارن. خب به سوالای زیر پاسخ دهید. تفاوت ها ببینید، یکی از مسائل بسیار مهم در این درس این چهار مرتبه عقل، عقل بالملکه، بخشید عقل حیولانی بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، اینا رو هر چهارتاش تعریفش یاد بگیرید یه موقع از هر کدومش سوال بدن. به هر صورتی عقل حیولانی و عقل بالفعل تفاوتش رو توضیح دید، در واقع هر دو رو وقتی تعریف کنید تفاوتش معلوم میشه. عقل حیولانی فقط استعداد دیگه، هیچ ادراک عقلی نداره، فقط استعداد و قوه محضه، مثل که تازه به دنیا آمده، هیچی نمیدونه. و سوای مرحله عقل بالفعل یه چیزایی فهمیده، به فعلیت رسیده، یه سری دانشهایی هم کسب کرده. همین. خب کسانی که در فلسفه در جهان اسلام با فلسفه مخالفت میکنن چه دلیل داشتن؟ این شکل دوم مخالفت با عقل بود. بعد به اونجا مطالعه کنید، میگوشت آقا اینا میگن دانش فلسفه یونان اومده، عقاید یه سری غیر مسلمان با عقاید مسلمان ها سازگار نیست، غیر مسلمان مثل سقراط و افلاطون و ارسطو این حرفا. عقل بالفعل، ببین جدا باز عقل بالفعل هم تعریفشو خواسته، باز عقل شکوفا شده، به فعلیت رسیده و دانش رو کسب کرده با تگرا. البته هر چهار تا عقل رو باید خوب بلد باشید، اینجور نیست که حالا بگی فقط اینا رو اومده. خب درس نهم همونجور که میبینید خردار شهریور 1400 سوالی ازش نداشتیم. خب سوالات درس دهم شروع میکنیم، دوره میانی. جای خالی رو با کلمات مناسب دیگه، اینجا صحیح غلط نداره، مسکی با کلمات مناسب کامل کنید. سهروردی کسانی که هم در سوره، ببین سور نیست، سوره جمع صورته، سوره برهانی به کمال رسیدن هم به اشراق و عرفان دست یافتن چه مینامد؟ حکیم متعله. بچه ها اگر یه موقع خود تعریف حکیم متعله رو خواست باید همین رو بنویسید، چون این بحث این اصطلاح مسکی مهمه، جای حساسی. خب باز گزینه مناسب رو انتخاب کنید. در فلسفه سهروردی عالم ماده چیه؟ مغرب کامله، چون ماده کلا خالی از نور میدونه دیگه، اون مغرب وسطا نور و ظلمت با هم ترامیختن، پس مغرب کامل عالم ماده است. باز در فلسفه خود از مفهوم چی بیشتر از اون که نور به جای وجود؟ باز از نظر سهروردی اینجا چی پاسخ کوتاه دیگه، یا گزینه مناسب انتخاب کنید، اینجا پاسخ کوتاه باید باشه. ببین از نظر سهروردی کسی که هم در سوره برانی به کمال رسیده هم در اشراق عرفان چرا هم دارد؟ حکیم متعله. ببین هم میشه پاسخ کوتاه گفت، هم اونو مثلا تعریفش رو خواسته باشه پاسخ بلندتری بشه، هم جای خالی هم صحیح غلط. وقتی یک مطلب و بلد باشی هر جور بازید بدن جوابشو بلدی بگی و سلام. اما اینجا پاسخ کامل خواسته. با توجه به نظر ابن سینا درباره طبیعت به دو سوال زیر پاسخ دهید. کلا بچه‌ها این نظر ابن سینا درباره طبیعت و اینها و اون شروع و این داستان‌های دیگه و اینکه دانشمندان رو دعوت می‌کنه به ماورای طبیعت، رابطه طبیعت با ماورای طبیعت و علت اولیه‌اش توجه کنه، اینا مطلب مهمی خیلی میشه از توش سوال در آورد. خب تعریف طبیعت مرتبه هستی که رو به مقصدی خاص دارید، مقصد در ذاتشه. علت نامگذاریش به طبیعت چی؟ اصلا اجزاش هر کدوم تبعضاتی داره، خود این عالم هم که تبعضاتی داره، خود این تبعضات ها منشأ تحولات، خود طبیعت هم خودش به عنوان کل تبعضاتی داره که اون رو به اون سمت تحولش میکشونه، در درون ذاتشه بر منشأ تحولات طبیعت. اینم یه نکته ای. بعد شر و بدی رو چجوری تبیین میکنه؟ اختصار دیگه میگه آقا این هرچی میبینی در عالم شره، تو این یه تیکه شره، در کلیت عالم هستی این خیره و به تکامل طبیعت و جهان
کمک میکنه. ظاهرا شر به نظر میسته، مثلا یک گلی پج برنده میشه، یه عزیزی از دست میده، سیل و زلزله و اینا میاد، اینا مثلا که یه پازل بزرگی باشه، شما یه تیکش میبینیم چه این شکلیه، کلیت پازل رو تکمیل میکنه و یه چیز قشنگی در میاد. ما الان کوچیکش رو ببینیم. بس اینها در نهایت در نظم کلی جهان تاثیر مثبت دارن، به کمال نهایی طبیعت کمک میکنن. خب بریم درس ملا صدرا جای خالی رو با کلمات مناسب. درس ملا صدرا خیلی جای سوال دادن داره و شاید سوال پاسخ بلند داشتنش احتمالش بیشتره. خب وجود که محور فلسفه مشیایی و نور که اساس فلسفه اشراقی بوده در فلسفه کی به هم میرسه؟ فلسفه صدرایی کتاب گفته. به نظر من اگه حکمت متعالی هم بنویسید درسته، چون حکمت متعالی فلسفه صدرایی دیگه. خب و یکی شدن. خب اما پاسخ کاملش دیگه اینجا مهمه. ببین اصالت وجود یا در واقع اصالت وجود، اصالت ماهیت رو تعریف کنید و یک فیلسوف از طرفداران هر یکیش نام برید. خب طرفدار اصالت وجود ملا صدرا، طرفدار اصالت ماهیت میرداماد، تا اونها 25% برای هر کدومش میده. و اینکه تعریف کردنش، خب باید بگی آقا اصالت وجود اساسا چیه. من این توضیح بدم تا اینجا تشریف آوردید، یه بحث عمیق فلسفی. ببین ابن سینا بود مغایرت وجود و ماهیت رو مطرح کرد، گفت آقا هر چیزی در ذهن ما دو مفهوم ازش انتزاع میشه، وجود و ماهیت، وگرنه در خارج که یک چیزه. درست شد؟ اون دو مفهومی که تو ذهن ماست، مفهوم وجود مفهوم ماهیت، غیر هم هستن، یکی نیستن. خارج مصداق واقعی کدومی که از این دو مفهومه؟ خارج کدومی که از این دو مفهوم پر کرده؟ متن واقعیت کدومی که از این دو تا مفهومه؟ یعنی متن واقعیت خارج از ذهن ما واقعا کدومی که از این دو تا مفهومه؟ مصداق واقعی کدومی که از این دو تا مفهومه؟ اگه بگی ماهیتی که واقعا در خارج از ذهن ما وجود داره، اصالت ماهیتی هست. اگه بگی وجوده که در خارج از ذهن ما واقعا وجود داره، تحقق داره، متن واقعیت رو تشکیل داده، اصالت وجودی هست. این ساده شه. حالا به بیان کتاب، به نظر طرفداران اصالت ماهیت، امر واقعی خارجی مصداق ماهیته، یعنی اون چی که واقعیت ماهیته، نه وجود. وجود هم صرفا یه مفهوم انتزاعی ذهنی، یعنی در ذهن هیچ مصداق خارجی نداره. به نظر طرفداران اصالت وجود، وجوده که اصیل واقعی و منشأ اثر متن واقعیت تشکیل داده. واقعیت خارجی ما به ازام مصداق واقعی وجوده، وجود اصالت داره نه ماهیت. اصالت ماهیتی مثل میرداباد، اصالت وجود ملا صدرا. این ساده ای اصالت وجود ماهیت. اصالت هم درسته، حالا ما تو دهنمون افتاده اصالت، اصالت درسته. خب با اینجا باز هستی حقیقت واحد داره مراتبه، اینو سوال پرسید، چون سه تا اصل کلی داره ملا صدرا دیگه. فلسفه ملا صدرا، در فلسفه ملا صدرا با توجه به اینکه هستی حقیقت واحد است، تعدد و تکثر در عالم چگونه تبیین می شود بدون ذکر تشبیه. حالا دیگه تشبیهشو نخواسته از نظر ملا صدرا. درم نمیگرده چرا ملا صدرا بگم، ها آخر وقت دیگه هماهنگی عصب و عضله کار نمیکنه. مثل که بچه برای امتحانتون، چه امتحان نهایی چه کنکور، هم بحث استراحت کافی رو داشته باشید، هم تغذیه مناسب، حالا هر چقدری که دستتون رسید، ولی استراحت رو سعی کنید حتما داشته باشید. یعنی مهم ببین اینجوری میشه برگم اینجوری بشه دیگه چی بشه. بعد ملا صدرا خب میگه هستی حقیقت واحده، اما واحد بودنش ببین مراتب داره. واحد هست اما مراتب و درجات داره، خب شدت و ضعف داره. اینا هر مرتبه یه تجلی و ظهور و نموده وجودن، هر کدومش یه جوری وجود نشون میدن. هر مرتبه به میزان اون درجه و اون قابلیت و حدی که داره و زور و شدتی که داره، ظهور اون حقیقت اون مرتبه پایین به قدر اون پایین بودن اون حقیقت واحد نشون میده، مرتبه بالاتر بالاتر اون متوسط ها به نحو متوسطشون اینجوری. و البته واقعا جزء یکی از مشکل ترین مباحث کتابه و توضیحش واقعا، چون بحث شهود لازم داره، چون ملا صدرا و عرفا اینو شهود کردن، بعد اومدن به بیان برهان و استدلال مثلا امثال ملا صدرا گفتن، برای همین ما فقط برهان رو میبینیم برامون سخت فهمش. خب سه، مقصود از اصالت وجود چیز گفتیم دوباره میرداماد طرفدار اصالت وجود بود یا ماهیت؟ ماهیت دیگه، حالا همونه دیگه،
1.5 نمره هم بهش اختصاص دادن، نوش جونشون کسی که بریز. باز اصل مراتب داشتن وجود در فلسفه مرسل رو این بار تشبیهش هم خواسته. به هستی حقیقت واحده، حقیقت واحد داره درجات مراتب شدت و ضعف. حالا یه ذره بیشتر هم احتمالا توضیح بدید بهتر، همون توضیحی که در بالا دادیم در سال مربوط. و تشبیهش هم اینه که آقا مثل یه کانون نوری که نورها ازش دور میشن، هرچی دورتر میشن ضعیفتر میشن. اینا همونی که تو کتاب درسی آمده. و اما درس آقا چرا درس مگه 12 تا درس نداریم؟ آقا 12 تا درس داریم عزیز من. اما از سال 98 1399 سال تحصیل 98-99 و 99400 کتاب درسی درست 12 تا درس داشته، حالا 11 تا بوده بعد شده 12 تا، تغییرات اینجوری فکر کنم داشت، جدایی های بود، ولی مباحث انتهایی کتاب که الان تو 12 شما هست همش خورد به تعطیلات کرونایی و جزو حذویات هم امتحان نهایی بیشترش قرار گرفت و هم کنکور سراسری بیشترش اینجوری بود، مثلا در 1400 دیگه. بنابراین نمونه واقعی در سال 1400 از درس 12 نداریم، حتی فکر می‌کنم نمونه سال کنکوری هم ازش نداریم واقعی، یعنی نمونه کنکور سراسری. بنابراین ازش نمیتونیم حالا بگیم دقیقاً چه جوری میاد در مبنای همون 1400ی که گفتم. درس پرنکته ای اون هم نکات ریزی داره که انشالله در لایو اگه زنده باشم توفیق داشته باشیم خدمتون به اون هم اشاره میکنم. خب عزیزان امیدوارم این حل نمونه سوالات نهایی براتون مفید بوده باشه و در همه زمانهای زندگیتون دست عنایت خدا بالا سرتون باشه. در پناه خدا. یا علی مدد. آماده شدم من واسه این کار، ساخته شدم من بی‌تاب.